سلام دوستان، خسته نباشید، وقتتون بخیر. درس 45 از فصل 10 رو امروز با هم دیگه شروع میکنیم. موضوع ما جملات وجهی هست. اگر تا الان کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب نکردید، حتما این کار رو انجام بدید. زنگوله کنار سابسکرایب رو هم فشار بدید که به محض آپلود جدید هر ویدیو خودتون همون لحظه با خبر بشید. بیدرنگ میریم سراغ درس 45 با جملات وجهی. جملات وجهی جملاتی هستن که توصیف میکنند چه نوعی و چه اتفاقی یا چه روشی قراره که انجام بشه یا اتفاق بیفته، البته نسبت به جمله اصلی دیگه. کلمات سوالی در مورد جملات وجهی: وی و دویش auf welche Art und Weise هست. اما عباراتی که جملات وجهی رو می سازند in dem oder dadurch das, ohne das oder ohne zu, anstatt das oder anstatt zu. ممکنه بپرسید که معنای هر کدوم از اینا چی میشه؟ نگران نباشید، هر کدوم رو به تفکیک ترجمه می کنیم و معنا رو می گیم. اولین عبارت این دم و دادوش دست به معنای که. این دو عبارت یک سری از منابع رو ارائه میدن که جمله اصلی اتفاق بیفته. به عنوان مثال وی اودا ودوش اودا اوف ولش ارت اوند ویزه کان من میلیونر ودن. میگه که چطوری، با چه روشی، چگونه آدم میتونه میلیونر بشه. من کان میلیونر ودن این دم من ایم لوتو گوینت. آدم میلیونر میشود که در لوتو برنده شده باشه. اگه بخوایم معنای عامیانه‌اش رو بگیم که در زبان فارسی هم استفاده میکنیم، آدمی میتونه میلیونر بشه، اون کسی میتونه میلیونر بشه که در لوتو برنده بشه یا در لوتو برنده شده. آدمی میتونه میلیونر بشه دوباره که سخت کار کرده. آدمی میتونه میلیونر بشه که چیزی رو به ارث برده. من کان میلیونر ودن دادوش داس من هارت آرایتت. Man kann dadurch Millionär werden, dass man etwas erbt. Erben یعنی چیز رو به ارث بردن. Hart یعنی چی؟ سخت. Hart arbeitet یعنی سخت کار کرده. پس جملات وجهی با این دم و dadurch das راه رسیدن به یک هدفی که در جمله اصلی گفته شده رو شامل میشن. اما اگه دقت کرده باشید، ما اومدیم دادوش دست رو مثل زوداس از همدیگه جدا کردیم و تفکیک کردیم. برای زوداس زو رو می آوردیم پشت صفت، برای دادوش دست دادوش رو میاریم پشت هدفه. هدف ما در این جمله اصلی چیه؟ میلیونر شدن دیگه. پس دادوش رو پشت میلیونر میاریم و اینطوری با این روش از هم دیگه تفکیکش میکنیم. اما عبارت وجهی بعدی اون دس اون تو به معنای بدون اینکه، یه زبان فارسی هم خیلی ازش استفاده میکنیم. اون دس و اون تو یه نقص و کمبودی رو از یک سری اطلاعات در جمله اصلی به شکل جمله فرعی به ما نشون میدند. ببینید، به عنوان مثال اون از خیابون عبور کرد بدون اینکه چپ و راست خودش رو نگاه کنه. ها؟ پس ما اینجا بدون اینکه رو هم در زبان فارسی استفاده می‌کنیم دیگه. یعنی این کار رو نکرد در صورتی که باید این کار رو می‌کرد. اون داس یه جمله فرعی نرماله. اون تو یه جمله فرعی مصدریه. ببینید بچه‌ها، یه نکته کلاً میگم
و این رو یادداشت کنید. هر جایی که در هر جمله‌ای که قبل از فعل ما بخوایم از حرف سو استفاده کنیم، از کلمه سو استفاده کنیم، فعل رو بدون صرف کردن به صورت مصدر به کار میبریم. تو وقتی که با فعل میاد مصدر ساز هست و خودتون رو هم میدونید، قبلا در درس های قبلی بهتون گفتم زمانی که ما یک جمله مصدری داریم دیگه فاعل نداریم. Ich gehe an den Strand ohne dass ich eine Badehose trage. من به ساحل میرم بدون اینکه یه لباس مناسب بپوشم یا بادهوزه بپوشم، لباس شنا. Ich gehe an den Strand ohne eine Badehose zu tragen. حالا این معنا و ترجمه رو دقت کنید. من میرم به ساحل بدون پوشیدن یک لباس مناسب یا یک لباس شنا. عبارت وجهی بعدی anstatt das، anstatt zu، معناش به جای این که، در عوضه. anstatt das و anstatt zu یه تضادی رو نسبت به جمله اصلی بیان می کنند و علاوه بر این که ما تضاد رو بیان می کنیم انجامش هم نمی دیم. یعنی شما وقتی که یک جمله فرعی رو با anstatt das و anstatt zu بیان می کنید و می سازید، اون جمله فرعیه عملا انجام نمیشه، جمله اصلی انجام میشه. به عنوان مثال اون با دوستاش فوتبال بازی کرد به جای اینکه با خانواده‌اش به پیکنیک بره. یعنی با خانواده پیکنیک نرفته دیگه. پس جمله فرعی که با anstatt das و anstatt zu ما میسازیم قابل انجام نیست. Ich schwimme im Pool anstatt dass ich im Meer schwimme. یعنی من در استخر شنا می کنم به جای اینکه در دریا برم شنا. Ich schwimme im Pool anstatt im Meer schwimmen zu gehen. یعنی به جای در دریا شنا کردن من در استخر شنا می کنم. خب دیگه نیاز به توضیح نیست، چون که تو اومده در اینجا ما عبارتمون مصدر سازه و فعل رو صرف نمی کنیم و به تبع فاعل هم نداریم. دوستان عزیز، این هم از درس امروز. جملات زمانی رو فردا یعنی روز شنبه من به شما آموزش میدم. اگر اتفاق خاصی نیفته 4 الی 5 جلسه دیگه فصل 10 تموم میشه و میریم سراغ فصل 11. همونطوری که قبلا بهتون گفتم فصل 10 و فصل 11 بسیار طولانی هستند و زمان میبره، وقت میبره. نمیتونیم هم این مسائل و این نکات آموزشی و این درس ها رو که در سطح آینس و آیتس وای نیست، سطحشون از به اتس وای شروع میشه تا سه آینس، نمیتونیم اینها رو ما سنبل کنیم و سریع آموزش بدیم بره، رد بشیم بره. یه خورده زمان بر هست. دوستان عزیز، امروز من میخوام در مورد پیج اینستاگرام هم با شما صحبت کنم. پیج اینستاگرام ما با همین آدرس آلمانی با میشل هست و شما راحت میتونید سرچ کنید و عضو پیج اینستاگرام. این پیج ما در مورد مکالمات زبان آلمانی هست، مکالمات روزمره. خیلی 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 میتونه براتون مفید باشه و مکملی هست برای یادگیری گراماتیک شما. خب شما پروژه گراماتیک رو دارید میخونید، بعد از اون کتاب استودیو د رو هم میخونید و در کنارش پیج اینستاگرام که فقط در مورد مکالمه هست و هیچ آموزش دیگری ما در پیج اینستاگرام نداریم، شما میتونید به عنوان مکمل استفاده کنید. من یک نمونه ای از
آموزشی که امروز اتفاقا آپلود کردم رو برای شما میذارم. اگه خوشتون اومد توصیه میکنم که حتما عضو این پیج اینستاگرام بشید که براتون مفید هست. با همدیگه گوش میدیم یک چند دقیقه از مکالمات رو به زبان آلمانی. Hallo? Entschuldigung, können Sie uns helfen? Ja, bitte. Wo ist denn hier die Altenburger Landstraße? Altenburger Landstraße? Ich bin auch fremd hier. Wir suchen das Hotel Maritim. Kennen Sie das? Hotel Maritim? Nein, tut mir leid. Wie gesagt, ich bin nicht von hier. Trotzdem Dankeschön. این یک صفحه از مکالمه بود. ما اومدیم چیکار کردیم؟ این صفحه رو که شما الان دیدید بعد از اون دوباره مکالمه رو گوش میدید منتها با ترجمه فارسیش. حالا این ترجمه رو ببینید. Entschuldigung, können Sie uns helfen? Ja, bitte. Wo ist denn hier die Altenburger Landstraße? Altenburger Landstraße? Ich bin auch fremd hier. Wir suchen das Hotel Maritim. Kennen Sie das? Hotel Maritim? Nein, tut mir leid. Wie gesagt, ich bin nicht von hier. این مکالمه هستش که امروز درس 14 رو من از مکالمات زبان آلمانی گذاشتم. کم کم داریم جلو میریم در پیج اینستاگرام و توصیه من که اینه شما عضو بشید. حالا اگه دوست داشتید، اگه مناسبتون بود، در پیج اینستاگرام هم میتونید از مکالمات زبان آلمانی با روش من استفاده کنید. اگه کانال یوتیوب ما رو هم سابسکرایب نکردید حتما این کار رو انجام بدید. زنگوله کنار سابسکرایب رو هم فشار بدید که به محض آپلود جدید هر ویدیو خودتون همون لحظه با خبر بشید. خب دوستان عزیز، زبان آموزان گرام، تا جلسه بعد، چاو.